سلام دوستان وقتتون به خیر باشه فیلم ها و تصاویری از کشورهای همسایه از اثر نظر برخی مقامات داره در شبکه های اجتماعی در رسانا منتشر میشه به شدت مرتوجه کاربرها قرار گرفته این فیلم رو نمیدونم مربوط به الان هست یا بازنشیه. یعنی ممکن هست برای یک بازه زمانی دیگری باشه الان مورد توجه قرار گرفته فیلمی هست از اردوغان رئیس جمهور رئیس جمهور ترکیه نه رئیس جمهوری که در کشورش به شکلی علیهش کودتا کردن که روز زمین جایی نداشت در آسمان بود و ایران به دادش رسید اومده گفته که آقا نشسته ایران داره امپراتوری را مندازه مرد ساوی نمک به هرام بر فرض اگر راه بندازم برا تو که بد نمیشه که کودتا بکنن میام نجاتت بدم من اثبات کردم بهت برای دیگران که بد نمیشه که نه ادهی تعارف با هم نداریم ادهی صبح راش. به شب میرسانن و شب را به صبح میرسنن با کینه ایرانی ها نمیدونیم چه هیزم تری در طول تاریخ به اینها نفوذ زده شده به اینها زده شده به اینها نواخته شده که اینا میسوزن اصلا تمدنی میسوزه اسم ایرانی میاد دوست نداره سرفراز بودن ایرانی پول نداشته باشه ثروت نداشته باشه قدرت نداشته باشه توان نداشته باشه همین که چهار ستون بدن سالم باشه یه سریا چششون داره در میاد این حرف من رو بعضی از دوستان با کیفیت میفهمند میخوایم بریم بخشی از این صحبت ها رو ببینیم برمیگردم نکات ویژه‌ای دارم عرض کرد صحبتهایی هست از رجب رئیس جمهور ترکیه فردی که کمی قبلتر انتخاباتی رو برگزار کرد و خیلیها ها پیش میکردن که برنامه هایی رو برای بعد از انتخابات داشته باشد صداهایی در عراق به گوش میرسه در سوریه به گوش میرسه در قفقاز به گوش میرسه و خیلی ها بر این باور هستن که رگه همین اتفاقاته بریم ببینیم نکات دارم کرد aslında mezhebe dayalı bir Pers milliyetçiliğine yönelik İran'a bir destek oluşturuluyor. Yani yayılmacılık hareketi Pers milliyetçiliği perspektifinde ama dayanağı temeli neresi? O da mezhebi bir mezhep anlayışıyla bunu yayıyorlar. Ve bunu yayarken bunu tabi Pers milliyetçiliğine dayanarak yayıyorlar. Zira ran'da bugün Azeriler de var. Evet. Ama Pers ağırlıkta. buradan olayı değerlendirdiğimiz zaman uluslararası camiada bu işin çok daha farklı yerlere doğru kaydığını görüyoruz. خیل خب این ویدیو رو با هم دیدیم این فیلمی از اردوغان اخیرا در فضای مجازی باز نشده بخشش رو میخوام برای شما بخونم ایران به دنبال احیای امپراتوری پارس است به دنبال احیای امپراتوری پاس یک کشور در منطقه با همه همسایه های خودش دعوا داره و هر کجا هم تونسته رفته یه همسایه اونورتر هم جنگ را انداخته انداخته درگیرشون کرده چالش ایجاد کرده یه طرف داستان وایستاده نیروهای نظامش یا در کشورهای همسایه دیده میشن یا عملیات کردن یا دارن تلاش میکنن اعصاب کشورهای همسایه رو بریزن به هم ترکیه است از یونان بگیرید تا برسید به عراق تا برسید به سوریه هر کجا هر همسایه‌ای داره داره علیه شرارت میکنه آیا عواقبی برش داره اصلا ذره شک نکنید ذره شک نکنید روزی اینها بخوان علیه کسی شرارت به خرج بدن از اطراف از سوی کسانی که تصورش را نمیکنن ضربه خواهند دید اون هم از سوی کسانی که سالها تحمل کردن سالها صبر کردن سالها هر کدوم جدا جدا از آبی که در کشورش بوده علیه اینا استفاده کرده رفته صد ساخته روی گسل دیگه خدای حرکتی زده براشون تو خواب شبشون هم تصور نمیکردن ولی مردم ترکیه آسیب دیدن مردم بیچاره ترکیه آسیبش رو دیدن اینو بعد پذیرفت ولی به عجد از آبش سعی کرده به عنوان سلاح استفاده کنه علی همسایه نه شما الان تو همسایه های اطرافتون چند نفر این شکلی هن؟ دوستانی که دارن برنامه من رو میبینن بگن چند تا همسایه این شکلی دارین که مثلا از در خونهش به عنوان سلاح علیه شما استفاده کنه بکوبه به در که اصلا شما برسه برم از راه رفتن در راپله استفاده بکنه به جهت اینکه مثلا همسایه بغلی این پاهاش رو مکم بکنه اون کلافه بشه آسانسور نمیدونم چی چی بکنه استفاده بکنه فقط ترکیه داره این کارو میکنه در عراق هست در سوریه هست در هر کجا تونسته داره شرارت میکنه میته ترکیه بر مسائل تجزیه طلبی و از این دست داره استفاده میکنه کشورشو رو تبدیل کرده به جایی که از مصر بیاین علیه مصری ها حرف بزنن از ایران بیاین علیه ایرانی ها حرف بزنن به اونا هم رحم نمیکنه مصری ها رو معامله کرد یا نه اونایی که به اسم دفاع از اخوان چی چی رفته بودن توی ترکیه به اسم محل امن بهش نگاه میکردن داشتن علیه کشور خودشون کار میکردن معاملهشون کرد یا نه یعنی داره از همه جهت بهره میبره حالا داره از امپراتوری ایران صحبت میکنه هر کجای داستان اینها رو نگاه میکنی از سینماش بگیر تا سریال هاش تا چیزهای دیگهش در تلاش است برای اینکه هویت تاریخی خودش رو بیاد دوباره به مخاطب یادآوری بکنه بعد میگه امپراتوری پارس اینا در حال تلاش برای احیای امپراتوری پارس هستن من یه نکته داخل پنتس خدمت شما عرض می‌کنم ببین دوستانی هستن این دوستان وطن براشون مهمه ایران براشون مهمه بعد میگن جمهوری اسلامی به نظر ما یک حکومت ضد ایرانیه یک حکومت نمیدونم فلانه و ما به خاطر همین باش دشمنیم ما باید انصاف رو در صحبتامون رعایت بکنیم تو ممکنه هزار تا ایراد به این مملکت بگیری به این حکومت داری بگیری به این سیستم بگیری خودت هم میدونی منم با تو هم فکر و همسو هستم ولی یه چیزی یادت باشه اینا الان هر کدومشون درباره ایران صحبت میکنن میگن ایران داره امپراتوری خودش رو احیا میکنه ما که همش ادعایی نداریم ولی او وقتی درباره ما صحبت میکنه داره میگه جمهوری اسلامی داره امپراتوری تاریخی اینا رو احیا میکنه این برای من و شما داره معنا هست یا نه رفیقی که میشینی پای سود اینترنشنال میشینی پای من میشینی پای بی بی سی از کشور خودت از حکومت خودت از سیستم خودت متنفر میشه خشمگین میشه حتی یه نقطه سفید نمیبینی یعنی هر کدوم از اینها الان صحبت میکنن میگن داره تاریخش رو احیا میکنه برگاشون ریخته چرا به خاطر اینکه این داره پولپاشی میکنه تو منطقه ولی من کسانی رو دارم در خارج از این مرسا که اونا به واسطه باورهای مذهبی با من رفیقن این رفاقت رو این نمیتونه به هم بزنه این رفاقت رو این نمیتونه به چالش بکشه این کلافش کرده دیگه وقتی نگاه میکنیم اینا هویتی با هم یکی شدن حالا مرز داشته باشه یا نداشته باشه دیگه اصلا فرق نمیکنه این رو لازم بود به بهانه صحبت های سلطان خدمت شما عرض بکنم ادامش رو ببینیم میگه که اینها در حال افزایش نفوذ خودشان در منطقه هستن در سراسر سر منطقه آخه نفوذ خودمو بدم که تو ضرر که کودتا علیه تو بکنن تو رو نجات میدم قطر رو محاصره بکنن قطر رو نجات میدم مگه این کار نکردم تو عراق بخوان عملیات بکنن با همه وجود میرم در خدمت عراقی ها سوریه رو داعش بخواد بگیره با همه توان میرم سراغ سوریه در فلسطین کشورش رو اشغال کردن اراده آزادی داشته باشه با همه توان ازش دفاع میکنم من کشوری هستم برای کمک به همه کشورهای همسایه حالا عراقش برجسته شده سوریهش برجسته شده لبنانش هی دارن روش متمرکز میشن میگن پولا رو داره میده به لبنان داره میده به فلسطین ولی واقعیت اینه که هر کسی در این منطقه هر کجا مشکلی داشته من حلش کردم پس اتفاقا ایران اون کشوری که اگر قدرتمند بشن همه باید خوشحال بشن چرا به خاطر اینکه این ای اگه قدرتمند بشه آزاری به کسی نمیرسونه چه ساله ایران به کدوم یکی از همسایه‌هاش حمله کرده ترکیه به همه همسایه‌هاش حمله کرده تو عراق پایگاه داره تو سوریه پایگاه داره با کشور اون یکی توته که حالا عکس میدیم با هم ببینیم براتون قطعا جالب خواهد بود هرچند بعضی از دوستان که در این مسائل دارن کار میکنن احتمال تسلشون زیاده تو کدوم یکیش ما این کارو انجام دادیم نه آن چیزی که داره اتفاق میفته حتی ببین یه چیزی من به شما بگم این کشوری که ما داریم ازشون صحبت میکنیم اراده های بسیار زیاد و پررنگی برای متنفر کردن مردم از ایران در اونها وجود داره اصلا بخشی از اینها حاکمیتاشون حالشون از ایران به هم میخوره ولی من به لحاظ تمدنی وظیفه دارم این کار رو انجام بدم چرا به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ممکنه در روز دیگه سر کار باشه ممکنه هزار روز دیگه تاریخ امروز داره نوشته میشه من نمیخوام فردا که تاریخ ایران رو میخونن بگن اینا ملتی بودن که در فلانجا به همسایه ها خیانت کردن نه میخوام همه جا خدمت به همسایه نوشته بشه حداقل تو تاریخی که خودم هستم امروز که دارم کار میکنم فردا داره نوشته میشه دیگه توی امروز این رو به ثبت برسانند همه و فردا بگویند آقا یه ترکیه ای بود یه روزی در سال هزار چند و فلان توش توتعه شد کودتا شد علیه رئیس ایران رفت کمک کرد من میخوام این ثبت بشه تمدنی دارم به مسئله نگاه میکنم این بی همه چیزهای نمک به حرام از این ماجرا ناراحتن ادامش رو ببینیم گفته که ایران میخواد همشین کارهایی رو بکنه اما من به ایرانی ها میگویم ثبت کنید چون در ایران آذری هستن اومد یه مرزبندی یه زد بین ایرانی ها یعنی حتی فارس و ترک نه اینجا اومد عرب و ترک و کرد و بلوچ و همه رو گذاشت یه طرف آذری ها رو گذاشت در مقابل کشور خودشون چه کسی این کارو داره میکنه کسی داره این کارو میکنه که میخواد عثمانی رو احیا بکنه که فجایعش درباره اقداماتی که علیه هموطن ما در شمال غرب کشور انجام داده در طول تاریخ توان بازگویی برش وجود نداره بخشی از ماجرا شرم‌آوره بخشی از کارهایی که کرده ضرباتی که زده به هم به هموطن‌های ما در شمال غربی کشور که مدافعان این سرزمین بودن شرم آوره قابلیت بیان نداره این بی همه چیز حالا اومده داره از اینها دفاع میکنه ببین پشت بخشی از ماجره های تجزیه طلبانه سرویس سر اطلاعاتی هستند. شما فکر نکن یه نفر نشسته توی سیستان و بلوچستان یه نفر نشسته مثلا در جنوب غرب کشور یه نفر نشسته در غرب کشور عزیزی که ممکن است تحت تاثیر مسائل تجزیه طلبی باشی فکر نکن نشستی در شمال غرب کشور خودت داری به این تصمیمات میرسی نه سرویس اطلاعاتی پشتشه این حرفی که این داره میزنه گزارش کار میته ترکیه است حالا اومده جلوی دوربین داره میگه چرا جرت میکنه درباره آذری ها صحبت کنه به خاطر اینکه اونجا داره روی شبکه کار میکنه اون شبکه کارهای تجزیه طلبانه برش پیش ببره تفکرات ضد ملی پیش ببره چیزای از این دست پیش ببره ترکیه رو بزک بکنه ترکیه واقعا در بین ترک ها، در بین آذری در بین مر... مردمی که در باکو هستن بزک شدنی نیست اینها بعضی وقتا چیزهایی از رفتار مردم ترکیه میبینن با خودشون با نماینده های مجلسشون با سیاستمداران خودشون حالشون داره به هم میخوره از این رفتارها با رسانه داره اینا رو پنهانش میکنه دربارشون صحبت میکنه سعی میکنه برای خودش هویت بسازه اونجا برای خودش قهرمان بسازه اینا به نتیجه نمیرسه این کارهایی که اینها دارن انجام میدن به, نج... به نتیجه نمیرسه چون احمقها با همسایه هایشان به شیوهی رفتار کردند که همه سرزمین های اطراف ترکیه به مین های آماده ای انفجار تبدیل شده من بیشتر در برای نمیتونم توضیح بدم میگه که ایرانی ها باید بدونن آذری ها در مقابلشون هستن بخش قابل توجهی از بچه های با شرفی که پرچم ایران رو در طول این سال ها بالا نگه داشتن بالا هم نگه میدارن افتخارم میکنن به این قضیه آذری های ایران هستن تو مثلا اینجا داری از کسانی صحبت میکنی میخوای کسن رو در مقابل ایران قرار بدی رهبر ایران خودش ترکه که تو باید بیای با خامنه بیعت کنی مردی که داری علیه ارباب خودش صحبت میکنی کودتا بشه ما نجات میدیم تو رو بی شرف علیه ما صحبت میکنی دوستان عزیز در این منطقه در خاور میانه ما در بین انسانهای شریف نجیب و حلال زاده ای زندگی میکنیم که بی ها بر آنها بی همه چیزها بر آنها حاکمند هر کجا جمهوری اسلامی کوچکترین حرکتی در جهت قدرتمند شدنش انجام بده فشنگ به سازه باید آفرین بگید اجازه ندید کسی در این منطقه در حوزه رسانه در حوزه شبکه های اجتماعی این ور اون ور شما رو نسبت به توان نظامیتون مردد بکنه من یک لحظه از قدرتمند شدن خودم قافل بمانم طالبانم برای من بلبل زبونی بتونه انجام میده بعد نگاه میکنی اخیرا یکی دو تا از این پادوهای پلشت مسجد مکی توی توییتر اومدن از قهرمانی طالبان گفتن شما فکری چرا وقتی رئیس جمهور ما از حقابه ایران میگفت اینا فریاد میزدن میگفتن تهدید نکن طالبانو چرا چون گردنشون پروار شده کلف شده با پول سعودی و با اون چیزایی که آن سوی مرس و کشور اینا هویتشون به اونا گره خورده و هر کدومشون بتونن به حس بکنن ایران ذره ای توانش کم شده با وقاحت تمام گردن فرازی میخوان بکنن از قدرتمند شدن ایران در این منطقه با همه توان باید هم حمایت کرد مطالبه باید این باشه که جمهوری اسلامی چرا یه دونه پهباد صد تا باید میساختی چرا از برد دو هزار کیلومتر صحبت میکنی تو مریخ باید مشکات دیده بشه چرا چون من تو منطقه ای دارم زندگی میکنم که مدلش این شکلی هر کدوم هر جا میشونن درباره من دارن توتعه میکنن اینا چشم دیدن هم. اول برنامه تو گفتم ایرانی پول نداشته باشه ثروت نداشته باشه توان نداشته باشه قدرت نظامی نداشته باشه چهار ستون بدنش سالم باشه یه سریا میسوزن این یه نمونهشه این یه نمونه از چیزایی هست که ما داریم میبینیم بذارید من چند تا تاثیر خدمت شما نشون بدم تاثیر رو دارید روی صحبت ما مشاهده میکنید ببین پرچم پرچم کجا سرید میبینید آ پرچم ترکیه است پرچم ترکیه است ولی ترکی رنگش نمیدونی چرا آبیه درسته خب با هم بررسی میکنیم این وزیر اون خارجه ترکیه است بلند شده رفته در خاک عراق داره با تجزیه طلب های عراق صحبت میکنه تجزیه طلب های عراق چرا بر اساس اتفاق پرچمشون شبیه پرچم ترکیه است ولی رنگش فرق میکنه اون قرمز این آبی دقیقا همون پرچمه خب معلومه دیگه میت ترکیه پشت این قضیه است امروز داره از آذری های ایران و فلان و فلان میگه تو تخیل و خودش میگه کمک بکنم یه تیکه از ایران جدا بکنم اینجا نمونه هست که اجراش کرده درباره وزیر امور خارجه ترکیه وقتی ایشون رای آورد بعضی گفتن که حرفای مثبتی زدن تو فضای ایران من واقعا یه لحظه موندم گفتم شاید مثلا رفقایی هستن فضای ترکیه و قفقاز اینا رو خب بیشتر از ما مطالعه کردن بهتر از ما میفهمن ما اشتباه کردیم چون من گفتم این آدمی که اومده پایکار سیاست ترکیه در حوزه تجزیه طلبی و اقداماتی از این دست رو تهاجمی تر خواهد کرد گفتم او شاید مثلا ما نمیفهمیم یا ما همه رو منفی میبینیم از سرویس اطلاعاتی ورداشتن بردن تو دستگاه دیپلماسی که دستگاه دیپلماسی و سرویس اطلاعاتی در راستای اهداف منطقه ترکیه از جمله تجزیه همسایه ها و شرارت و آتش افروزی علیه همسایه ها تر بشه سند به شما را بدم تصویر نگاه بکنید و اون خواجهش کجا رفته جایی رفته که سرویس اطلاعاتیش قبلا رفته کار کرده تیم نظامیش کار کرده تیم کار کرد که یک گروه تجزیه رو در راستای منافع ترکیه برای عراق وجود بیاره الان اونجا داره دیده میشه این در حالی که داره در منطقه اقداماتی برای تجزیه طلبی در کشور انجام میده اقداماتی برای افزایش نفوذ خودش انجام میده داره میگه امپراتوری فارس داره میره وسط این کشور رو داره تیک تیکش امپراتوری فارس ده فقط یک نفر در منطقه اینا رو فهمیده بشار اسد بشار اسد از همه سیاستمدارهایی که در این سالها در منطقه حضور داشتن برای من محترم تره چون فقط اون خطر اینا رو فهمیده چون فقط اون فهمیده که این بیشرافت ها میخوان چه برنامه داشته باشن من طول ترشه میکنم آنهایی که آنهایی که نمک نشناسانه رفتار بکنن چون من هیچ بدی به هیچ کس نکردم نمیشه یک نفری صبح تا شب منو فوش داده باشه وقتی خواستن کودتا بکنن من حفظش کرده باشم آنهایی که غیر شرافتمندانه نالن... نانجیبانه نمک نشناسانه رفتار کرده باشن یقین بدانید که به شکل ویژه‌ای اثرات شرارت خود را دریافت خواهند کرد تاریخ به ما این رو میگه تجربه این چل و چند ساله این رو به ما میگه اتفاقاتی که برای آنهای رخ داده است که علیه ما هستن در دشمنی با ما هستن این رو میگه من طولترش نمی کنم اگر نکته داشتین بحثی بود حتما در قالب بیان برای من بفرستین کمک بکنید که این گزارش با پیام های شما کاملتر بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر